فواره های باخچه سرا نوشته الکساندر پوشکین ترجمه شجاع الدین شفا الکساندر سرگویچ پوشکین 1799-1838 بزرگترین شاعر روسی است در مسکو متولد شد و در سن پیترزبرگ در 38 سالگی تیگه دوئلی که به خاطر زن زیبایی خود انجام داد به قتل رسید. نخستین اشعار خود را در دوره جنگ ملت روسیه با ناپل آن سرود. در سال 1830 با زن زیبایی به نام ناتالی گنشاروف ازدواج کرد و هفت سال بعد بر اثر حسادت به بارون هکری افسر خارجی که در خدمت تزار بود و با زن او سر و سری سر داشت اعلان دوئل داد و در جنگ تن به تن کشته شد آثار او عبارتند از زندان قفقاز فواره باغچه سرای بوریس دو کولیها، کاولیها کنت تیولین خانه کلومن متسری و سالیری و داستانهای کوتاه دیگر پوشکین اشعر و شعرای روسیه به شمار میرود و شعر روسیه که در حقیقت با او شروع شده هنوز جز در موارد بسیار معدود از حد کمالی که پوشکین بدان رسیده بالاتر نرفته است قیری نشسته و چشم بر زمین دوخته است در کاخ سکوتی عمیق حکم فرماست درباریان با بیم فراوان گرد خانه خشمگین حلقه زده اند و با نگرانی و احترام به چهره او که در آن تیرگی غضب با افسردگی غم می نگرند ناگاهان قان مغرور با دست اشاره ای می میکند و درباریان جمله تعظیم کنند به عقب میروند تا او را تنها گذارند حالا خون در تنهایی راحتتر شده آرامتر نفس می و رنج جانکاهش چون ابر تیره ای که بر پای شفاف دریاچه ای سایه افکند بهتر در پیشانیش منعکس می شود ولی راستی چطور شد که خان مغرور چنین آشفته شد چرا اینقدر به خود فرو رفته و در دریای فکر قوته ور شده میخواهد باز به خاک روسیه بتازد یا کشور لهستان را از نو مال سم ستوران خود کند یا بار دیگر به هوای آن افتاده است که سیل خون زیر پای خیش روان ببیند آیا توتعی در سپاه خود کشف کرده یا از دسیسه های دریا نوردن جنوا حریفان دریایی سرسخت خیش نگران است نه خان از این جهات نگران نیست زیرا مدت هاست خود را غرق افتخار و سرمست باده پیروزی میبیند دیگر بازوانش از شمشیرزنی و آدمکشی خسته شده آنقدر در میدانهای جنگ پیروز شد که دیگر حتی حوث پیروز شدن نیز ندارد شاید خان در حرم خود خیانتی کشف کرده مگر ممکن است زنی از کنیزان رام و حقیر حرم خان جرأت آن یافته باشد که دل به مردی ناشناس بسپارد. نه از زنان حرم قیری که نه یارای فکر کردن و نه قدرت آرزو داشتن دارند جز به تنهایی قمنگیز خیش به چیزی سرگرم نیستند و در خاموشی جانکاه حرم زیر نظر نگهبانان سنگدل دل به یاد خیانت نمی افتند. زیبایی آنها چون جمال گلهای عربستان که تنها در پس شیشه های گلخانه پرورش می برای نامهرمان دیدنی نیست در زندگی این زندانیان افسرده ماها و سالها یک نواخت می و جوانی آنها را همراه دوران عشق با خود به دیار عدم می برد. همیشه روزی که میرسد برای آنها نظیر روزی است که سپری شده ساعتی که می آید همانسان می که ساعت پیشش گذشته در حرم حکم فرمای واقعی بیکاری و خاموشی طاقت فرساست حتی کامرانی و لذت نیز جز به ندرت در این زندان آراست راهی ندارد گاه زنان برای وقت گذراندن و سرگرماندن ماندن گوهرهای گرانبهای خیش را با هم مبادله می کنند یا میان خود مجالس بازی و گفتگو ترتیب می دهند یا در کنار جویبارهایی که زمزمه کنند از زیر سقف زیبای درختان میگذرند به گردش میپردازند و در همه این احوال خاج سرای سنگ دل با نگاه تند خود مراقب آنهاست هیچ کس را از دست او یارای گریز نیست زیرا گوش و چشم وی در همه ساعات شبانه روز در کار است برای او تنها یک قانون مقدس است و آن اراده خانه است که در نظرش با قوانین قرآن فرقی ندارد روح تیره و کین توزش نیازمند محبت و صفا نیست لاجرم نیشخند آشکار و ملومت پنهان و اشارت خشمامیز سی زندان حرم و آه و شکوه و نگاه های افسرده آنان در دل سنگش اثر نمی بخشد. نه لطف مهرامیز نگاه و نه ملامت بی صدای عشق با او کاری ندارد زیرا دیرباز است که او به هیچ کدام از این دو متعهد نیست روزها هنگامی که در گرمای نیم روزی زیبارویان حرم اندام سیمین خود را برهنه می کنند تا در آب شفاف استخر قوطه خورند دیدار گیسوان پریشان و زیبایی سهرامیز این لعبتان فتنگر که حتی امواج آب را به زمزمه می آورد در خاج سرایان کوتهبین که همچنان ناظر بازی این سیمتنان برهنه است هیجانی پدید نمی آورد. هر شب تا بامدادان خاج سراد چون دزدان نیمه شب در دالانهای تاریک حرم پنهان می شود و بی صدا از این گوشه به آن گوشه می رود دری را که کلیدش در دست اوست بی خبر می گوشاید تا به در اون اتاق نظر دوزد روی فرش نرم آهسته می لق زد تا از اتاقی به اتاق دیگر رود و از بستری به بستر دیگر خیره شود با بیم و که همدم روز و شب اوست همه جا گوش می دهد تا شاید زمزمه ای از درون بستری برخی زد یا نام مرد ناشناسی از دان یکی از زنان خفته خان به گوشش رسد یا از رازی که یکی از زنان تیر روز حرم آهسته با دیگری در میان میگذارد خبر یابد نه خان خوب میداند که در حرم او هیچ کس جرأت خیانت ندارد با این همه افسرده و خشمگین است مدتی است که چپق بلند او در دستش خاموش شده است خاجه سرا همچنان دور آستانه در ایستاده و در انتظار آنکه خان به دو رخصت رفتن دهد نفس در سینه حبس کرده است آخر خان از جا برمیخیزد همچنان متفکرانه از دری که پیش رویش گشوده می میگذرد و به سوی اتاق پنهان حرم که پیش از آن دلبسته آن بود می رود. تنی چند از آنان گوشوارهای زرین خود را با خنده مستانه به سوی ماهی میافکنند و در همین زم کنیزکان حرم شربت های معطر دور می گردانند. ناگان یکی از زنان حرم یک تصنیف زیبای تاتاری ساز می کند و دیگران همه با صدای لطیف و شیرین خود و همراه او به خواندن میپردازند تصنیف تاتاری وقتی کسی رنج ببرد و اشک بریزد خداوند اشک و رنجش را پاداش میدهد مثل فقیر خوشبختی که در آخر عمر خود ملکه مقدس را از نزدیک ببیند خوشبخت کسی که در کرانه زیبای دانوب چشم از دیدار جهان بندد زیرا دوشیزه ای پریروی خندان از آسمان به بالینش میشتابد ولی خوشبختتر از این دو کسی است که پس از جنگها و فرسودگیها دوباره به یاد صبح هفتد و تو را ای زرمای زیبا ای گل سرخ باغ حرم در آغوشش بگیرد و بفشارد تصنیف به پایان میرسد و همچنان نام زرما در فضا تنینانداز است اما خود زرما ستاری عشق و مروارید حرم کجاست آه او در اتاق خود دور از این همه افسرده و خاموش نشسته است و مثل ابر بهار اشک می ریزد زیرا خوب می داند که دیگر قیری عوض شده دیگر مدتی است که خان رؤیاهای زیبا دوست ندارد اکنون خان به عشق زرما خیانت می کند ولی ای گرجی زیبا مگر زنی هم یافت می شود که زیباییش با جمال سهرامیز تو برابری کند مگر زن دیگری هم هست که در چهره ای به سپیدی برگ گل چشمان جادوگری برخشندگی روز و به تاریکی شب داشته باشد مگر هیچ دهانی می تواند با آهنگ پرنوازش نوازش تو بدین گرمی از راز عشق و هوس داستان گوید مگر می تواند مانند لبهای لعل تو با این سوزندگی و هیجان بوسه بگیرد و بوسه بدهد آخر چگونه ممکن است دلی که طعم عشق تو را چشیده باشد به یاد دلداری دیگر آن هم دختری بیگانه به تپش درآید افسوس با این همه غیری جمال شهراشوب تو را فراموش کرده و با سنگ دلی و بی ساعتهای دراز شب را تنها و افسرده در گوشه خاموشی می گزراند. و یاد تو و دیگر زیبایان حرم نمی کند زیرا اکنون دلش سراسر در گرو عشق این دختر خارجی است که از مدتی پیش زندانی حرم اوست ولی مریم شاهزاده خانم زیبای لهستانی همیشه در اینجا زندانی نبود تا چندی پیش زیر آسمان کشور خودش به سر می برد و گل زیبایی او در زاد و بومش اطرفشانی می کرد پدر سفید موکش به وجود دخترش دلشاد بود و او را سرمایه عمر و افتخار زندگی خود می شمرد. برای او هرچه مریم میخواست خواست فریزه آسمانی بود و تنها آرزویی که داشت این بود که سرنوشت دخترش چون یک روز درخشان بهاری دلپذیر باشد و هرگز زنگ و غمی بر صفحه دل مریم زیبانن شیند میخواست دخترش پس از زناشویی همچنان به یاد دوران کودکی باشد و از این روزگار دلپذیر که چون رؤیایی شیرین ناپایدار است به خوشی یاد کند مریم خود مثل یک روز بهاری زیبا و مثل رؤیایی شیرین دلپذیر بود همه چیزش از نشاط همیشگیش گرفته تا حرکات چالاک و مژگان بلند و تیره رنگش جذاب بود و قدرت او در مجلس و چنگ نوازی این جاذبه فراوان کمک میکرد. بسیاری از توانگران لهستان خواستگار زناشویی با مریم بودند. بسیاری از جوانان زیبا و نجیب بودند که شبهای دراز با یاد عشق او بیدار می‌ماندند و اختر می‌شمردند. ولی مریم زیبا که هنوز از راز عشق خبر نداشت، چیزی جز آن نمی‌خواست که روزهای عمر خیش را در کاخ پرشکوه پدر با دختران همسالش به بازی و شوخی گذراند اما مریم از بازی های روزگار خبر نداشت یک روز دسته ای از جنگویان وحشی سیلاسا به سوی لهستان سرازیر شدند و چنان پیش رفتند که گویی آتش در خرمنی افتاده اندکی نگذشت که جنگ و ویرانی این سرزمین زیبا را به صورت بیابانی قمنگیز در آورد. دهکده ها با خاک یکسان شدند و کاخ مجلل پدر مریم یک سر به تاراج رفت. اکنون اتاق کوچک مریم خاموش است. در عبادت خانه کاخ کنار تابوت نیاکان او که جمله با عصا و جامه و نشانهای شاهزادگی خود در خواب جاودان رفتند یک تابوت دیگر نهاده شده که در آن پدر مریم برای ابد دیده فرو بسته است ولی این بار حتی دخترش نیز بر بالین او نمیآید آید زیرا اکنون مریم زیبا دور از آرامگاه پدر در اسارت می گذراند افسوس این قصر این قصر باغ چه سرای چه جسوران زندانیان خود را پاسبانی می کند. مریم زیبا شبها و روزهای پیاپی در تنهایی جانکاه خود عشق می ریزد و جوانی خیش را با ناله و شکف تباه می کند. حتی غیری خان تاتار نیز از نومیدی و اشک و آه اسیر تیر روز خود متأثر شده و دستور داده است که در مورد آن اسیر بیگانه که های سوزانش خواب شبهای وی را برهم می زند از سخت گیری های عادی حرم بکاهند دیگر زندانبان عبوس حرم اجازه آن را ندارد که به اتاق او پا گذارد یا مراقب خواب و بیداری وی باشد حتی نگاهی نیز با خشم و کین بدونه می زیرا خان بدو گفته است که این زن غیر از دیگر زنان حرم است مریم تن سیمین خود را همراه زنان حرم برهنه نمی کند. تنها با کنیزک خیش در حوزخانه این مخصوص به شنا می پردازد. خود خان همیشه می تا آرامش وی را پاس دارد. لاجرم در گوشه از کاخ مسکنی مخصوص در اختیارش گذاشته است که دیگران را بدان دسترسی نیست. در آنجا شب و روز چراغی در پای تصویر مریم مقدس روشن است. و در این آخرین کانون امید و تسلی مریم در خاموشی یاد وطن عزیز خود می کند و دور از دیگر زنان حرم می نالد. در اندرون وسیع خان که همه جای آن مخصوص لذت و کامرانی است این اتاق کوچک معجزه آسا رنگ روحانی خود را حفظ کرده است همچنان که دل بشر در عین مستی و لذت همیشه جایی برای خدا محفوظ دارد شب فرا می رسد و سایه ای تیره بر دشت و دمن می بلبل بر فراز شاخ این نقمه مستان سر می دهد ماه چون ملکه پرجلال جلال پیشا پیش خیلی ستارگان در آسمان شفاف هویدا می شود و بر کوه و دره و جنگل نوری سیمین و لطیف می پراکند. در کوچه های باغچه سرای زنان تاتار با هجاب سپید خود به سبک روحی سایه بام داد از خانی به خانه دیگر می روند تا در کنار هم نشینند و نخستین ساعت شب را به گفتگو بگذرانند در قصر خان همه جا خاموشی حکم فرماست سراسر سر حرم در سکوتی سهرامیز که هیچ چیز سکوت آن را بر هم نمیزند فرو رفته خواجه سرای بدگمان نیز دور شبانی خود را به پایان رسانیده و به خواب رفته است اما در خواب همچنان نگرانی همیشگی با او همراه است زیرا بیم خیانتی از طرف زنان حرم خان او را راحت نمیگذارد گاه از خواب خرگوشی خود می‌جهد تا با تن لرزان گوش فرا دارد و زمزمه ای را که شاید در خواب شنیده باشد بهتر بشنود ولی هیچ صدایی هیچ گفتگویی به گوش نمیرسد تنها آبهای فواره هنگام بیرون جستن از زندان مرمرین خود به طرف زمزمه میکنند و بلبلان مست همچنان در آغوش گلهای سرخ آشغان آواز میخانند خاجه سرا مدتی بدین موسیقی لطیف گوش میدهد و سپس بیان که چیزی از آن فهمیده باشد دوباره به خواب می رود. چقدر شبهای حوزای مشرق زمین زیباست. چقدر ساعت خاموشی شب برای مسلمانان دلپذیر و مطبوع می گذرد. چه جاذبه سهرامیزی در سکوت مرموز حرم، در باغهای بهشتاسا، در خانه های زیبای این سرزمینها که در آنها در نور پرید رنگ و لطیف ما همه چیز حتی هیجانهای های هوس و بوسه های سوزان عاشقانه با خاموشی راز پوشی در نهفته است اکنون همه زنان حرم به خواب رفته اند همه خفته اند به جز یکی که همراه پروین شب زنده داری می کند نگاهان این خفته شب زنده دار نفس در سینه نگه میدارد از جایی بر می خیزد. آرام و خاموش با دستی لرزان در را می گوشاید و در تاریکی به راه می افتد. سرا بار دیگر در خواب خرگوشی پر بیمهراس خود فرو رفته. ظاهرا آرام است اما دلش از ترس می لرزد. زیبای گریزپا چون شبهی از کنار او می و به سوی باغ می رود. در آن سوی باغ دری را با تردید می گوشاید و به اتاقی داخل می شود. دلش از بیمی مرموز می تپد و بهت زده به اطراف می نگرد. در برابرش چراغی با شلعی کم رنگ خود چهره زیبای حضرت مریم و صلیب مقدس را که مظهر عشق و محبت است روشن کرده است. آه ای گرجی زیبا خودت میدانی که این منظر دل تو را به تپش در آورده زیرا تو را هم به یاد روزگاران گذشته خاطرات شیرین سرزمین کودکی دفکنده است زیر تابلوی مریم شاهزاده خانم بیگانه به خواب رفته بر چهره اش صفای معصومانه دوشیزگی هویده است و جای اشک که بر آرز گلگونش خشک شده چون شعاع ماه که بر گلی باران خورده به تابت می شد گویی فرشته از آسمان این قطرهای اشک را بر چهره زیبای اسیر حرم افشانده است در دل زرما طوفانی برپاست پنجه غم گلوی روحش را می فشرد و نیروی نهانی تاب از زانوهایش به در می برد ناگان می گوید به من رحم کن مرا از خود مران از سخنان او دوشیزه خفته از خواب سبک بیدار می شود وحش سده به ناشناس زیبایی که پیش رویش چهره به خاک ساییده است می نگرد و با شرم و حجب دستی لرزان به سوی او دراز می کند تا او را زمین بلند کند میپرسد: پرسد که هستی؟ این وقت شب تنها در اینجا چه می کنی؟ برای چه آمده ای؟ به سوی تو آمدم تا از تو نجات بخواهم زیرا جز این یک امید چیزی برایم نمانده مدتی دراز با شاد کامی و نیک بختی گذراندم هر روز از روز پیش بیغمتر و بیخیالتر بودم اما حالا دیگر ابر غم آسمان دلم را فرا گرفته دیگر برایم چیزی از شادکامی پیشین نمانده است گوش کن تا ماجرای خود را برایت بگویم در سرزمینی خیلی دور از اینجا به دنیا آمدم اما یاد روزگاران گذشته چنان در دلم مانده که هرگز از آن به در نخواهد رفت هنوز پس از سالیان دراز کوههای بلند پربر و آبشارهای کفالود و جنگلهای انبوه سرزمین کودکی خود را در برابر چشم دارم در آن سرزمین مردمان زندگانی دیگر و رسوم دیگری دارند که به دینجا شبیه نیست ولی چرا این زاد بوم عزیز را ترک گفتم چطور شد که دست سرنوشت مرا به راند نمیدارم تنها به یاد دارم که مردی مرا در کشتی نشاند و از راه دریا به دین سرزمین آورد تا آن روز از ترس و غم خبر بودم در خاموشی حرم چون گلی که در خاک تازه اش نشانده باشند آرام آرام پرورش یافتم و شکفتم و با تسلیم و رضا در انتظار نخستین شب عشق نشستم آخر آرزوی پنهانم برآورده شد زیرا قیری دست از جنگ خونیم برداشت تا روزی چند خود را وقت عشق و عوض کند و در درون حرم کنار زیبا رویانی که همیشه به فرمان او و در انتظار او بودند با آن روز که خان به حرم آمد ما همه با دلی که از فرد انتظار به تندی می تپید در برابر صف کشیدیم. خان نظری به جمله ما افکند و بیان که چیزی بگوید نگاه روشنش را به من دوخت و مرا به سوی خود خواند. از آن پس من و او پیوسته از بادی عشق سرمست بودیم و هرگز ابر سوء زن یا حسادت یا خستگی در آسمان شادکامی کامی ما هویدا نشد تا آن روز که تو آمدی افسوس ای مریم زیبا از آن روز دیگر دل او با من صفایی نخستین را ندارد زیرا پیوسته در هوای خیانت به من و عشق من است دیگر به ملامت های من گوش نمیدهد و آهای سوزانم را به چیزی نمی گیرد. دیگر به من با نظر مهر نمی نگرد و با گرمی و حوستر آغوشم نمی فشارد. میدانم گناه از تو نیست زیرا تو شریک دروی او نیستی برای همین است که امشب به دیدارت آمدم تا راز دلم را به تو بگویم ای مریم می بینی که من چقدر زیبا هستم و خود میدانم که از این حیث جز تو رقیبی در سراسر سر حرم ندارم اما من برای کام روائی و حوصرانی ساخته شدم برای آن پدید آمدم که پیوسته لذت ببرم و لذت ببخشم در صورتی که تو عشق را چون من معنی نمی کنی برای تو ای دوشیزه خونسرد عشق چیزی دیگر و حقیقتی دیگر است در این صورت چرا حاضر می که دل ناتوان مرا بشکنی چرا من بینوا را بیان خود بدانی چنین شکنجه می دهی ای مریم زیبا قیری را برای من بگذار زیرا من جز با بوسه های سوزان و نوازش های پر هیجان او نمیتوانم زیست کنم نمیدانید در این مدت که من و او دلدادی یک دیگر بودیم چه پیمان ها با من بسته چه سوگند های وفا خورده چگونه روح و جسمش با من در آمیخته برای این است که یک بار دیگر میگویم خیانت او مرا خواهد کشت ببین پیش رویت به زانو در افتاده و میگریم جرأت آن را ندارم که بر تو خورده ای بگیرم اما از تو تقاضا میکنم استدعا دارم شادی و آرامش دیرین مرا به من برگردانی از تو میخواهم که غیری مرا چنان که بود به من باز دهی زیرا قیری مال من است حالا که او چنین فریفته و دیوانه توست تو او را با سنگلی با اشک و آه با خواهش و التماس از خود بران برایم سوگند بخور با اینکه امروز من مسلمان هستم تو به آین خودت و آین مادرم برایم قسم بخور که قیری عزیز زرما را به دو بازگردانی ولی این را هم بدان که من در دامن کوههای قفقاز به دنیا آمدم و همیشه نیز خنجری همراه دارم زرما سخن خود را به پایان می رساند و به شتاب دور می شود مریم جرأت آن را ندارد که به دنبال او رود هنوز دل این دوشیزه ی زیبا زبان حوثهای سوزان را نمیشناسد ولی از آهنگ کلمات آن میفهمد که هر کدام این زبان مرموز از رازی خطرناک حکایت می کند ولی او چه کند که عشقا و ناله هایش در دل خان موثر افتد راستی چه سرنوشتی برای او در پیش است آیا همه عمر خود را در این گوشه حرم خواهد گذران و رنج خواهد برد خدایا چه خوب است اگر خان اصلا وجود این اسیر بینوا را در این مهنت کرده فراموش کند یا رشته عمر او را پیش از آنکه که مرگ طبیعی به سراغش آید به مقراز خشم بگسلد اگر چنین باشد او با چه نشاطی این جهان پر از رنج و غم را ترک خواهد گفت با چه حرارتی این زندگانی را که در آن جز روزهای معدودی سعادت و خرمی برایش مقدور نبوده به مشتاقان آن خواهد سپرد و خود رهسپار دیار آرامش جاودان خواهد شد ولی راستی او مریم زیبا در این وادی مرگبار چه می کند؟ برای چه در اینجا مانده است؟ زود زود باید بار سفر بربست مثل این است که همکتون او را از دیار رفتگان میطلبند و به دنیای خاموشی و سعادت جاودان خوانند. پس از مدتها بار دیگر لبخندی از خوشبختی بر لب مریم نقش میبندد. چند روز گذشته قصر باغچه سرای همچنان آرام است ولی دیگر مریم زیبا در آن نیست زیرا به دیار آرزوهای خود به بهشتی که روحش در هوای آن بود پیوسته است اکنون دیگر این یتیم زیبا چون فرشته ای که تنها روزی چند میهمان خاک نشینان باشد رو به سرمنزل اصلی خود برده است ولی چطور شد که مریم در گور سرد خانه گرفته چه چیز او را به دست مرگ سپرده غم جانکاه یا بیماری هیچکس کس نمیداند. به هر حال اکنون دیگر مریم محبوب حرم خان را برای همیشه ترک گفته و همراه او دل خان نیز از حرم دوری گزیده است دیگر در خاموشی حرم سرا بانگ طلبی بر خیزد زیرا خان از آنجا دور شده دور شده تا با جنگ جویان و خوناشام خیش بار دیگر شهرها را ویران کند و باران مرگ بر ساکنان تیر روزشان ببارد اما این بار دیگر دیدار خون خانه تاتار را آرامش نمیبخشد زیرا زخمی که با دست عشق بر دلش نشسته در منپذیر نیست غالبا در گیرودار میدان جنگ خان شمشیر بران خود را بلند می کند تا بر سر حریف فرو دارد و ناگاه در نیمه راه بر جای می استد. یک لحظه مبهود و پرید رنگ و پیرامون خیش می نگرد آنگاه زیر لب سخنان نامفهوم میگوید و گاه چند قطر اشک سوزان از دیدگان فرو می ریزد نه دیگر غیری حرم سرای خود را فراموش کرده زنان تید روز خان در این زندان مجلل تدریجا پیر می شوند و آخرین خاطری روزهای خیش را زیر نظر کین توز خاج سرایان سنگ دل از یاد میبرند. اما مدت هاست که دیگر زرما زیبای گرجی میان آنان نیست زیرا در همان شب که مریم نازنین در اتاق خاموش خود جان می نگهبانان سنگین دل حرم وی را به فرمان خانه تاتار در دل آبهای خروشان افکندند تا بدین ترتیب رنج کشندهش را برای همیشه پایان دهند ای زرما گناه تو بزرگ بود اما کیفرت از آن موهشتر بود از آن پس مدتی دراز خان تاتار سیل آهن و آتش به سوی سرزمین های پیرامون قفقاز روان کرد و شهرها و دهکده های آرام روسیه را به دست ویرانی سپرد سپس به مقر خود بازگشت و در آنجا به یاد مریم ناکام حوزی کوچک با فواره های مرمرین در یک گوشه قصر برپا ساخت در کنار این فواره هلال محمد دوشادوش صلیب عیسی نصب شده و بر روی سنگ سطری نوشته اند که دست یغماگر روزگار که هر چیز را ویران می کند هنوز آن را محو نکرده در این حوض کوچک مرمرین همیشه آبی به صفای اشک چشم از فواره فرو می ریزد و پیوسته با آهنگی لطیف و مرموز زمزمه می کند گویی هر قطره آبی که می شکد دانه اشکی است که مادری افسرده بر مرگ فرزندش در میدان جنگ جان داده است می ریزد دختران جوان این سرزمین که افسانه های کهن را خوب می این یادگار غمانگیز را چشمه اشک نام داده اند. من نیز کاخ و فباره باخش سرای را دیدم پای آن در خاموشی مرگ فرو رفته و جامعه فراموشی برتن کرده بود مدتی دراز در تالارهای ساکت و غم آن که روزگاری خان خوناشام تاتار در بازگشت از سفرهای مرگبار خود بدان پناه می برد تا روزی چند با لذت و کام روایی بگذراند گردش کردم هنوز اثر سستی روزهای خوش در این قصر پهناور و باقای نامسکون آن باقی است. هنوز جوی بارها در آن زمزمه می کنند و گلهای سرخ در بهاران عطر می و بلبلان سرمست در خاموشی سهرگاهان نقمه آشغان سر می هنوز نرده هایی که در پس آنها خوب رویان حرم عمر می و در همانجا گل جوانیشان میشه گفت و پژمرده میشد حسودانه راه بر نامهرمان میبندند در پشت کاخ گوشه خاموشتر و افسرده تر از همه جا دیدم اینجا گورستان خانها بود جایی بود که خانهای جهانگیر تاتار را مثل جمله جهانگوشایان و فرمانروایان جهان برای همیشه در آن مکان داده و از مال دنیا جز مشتی خاک در اختیار این آزمندان سیلی ناپذیر نگذاشته بودند گویی این سنگ مرمرین که بر روی گور خانف کنده بودند نیشخندی بود که طبیعت بی بدین همه هرس و آز میزد. با خود گفتم خانه های جانگیر کجا رفتم؟ حرمهای پر از زیبارویان آنان چه شد؟ چرا اکنون همه جا افسرده و خاموش است؟ چرا بانگ حیاتی از هیچ سوبر نمی نمیخیزد ولی اندک اندک عطر گلها و زمزمه فواره مرا بی اختیار در رؤیایی شگفت فرو برد چنان میپنداشتم که ناگان در پیش رویم از میان تالارهای وسیع و خاموش قصر شبه سپید زنی زیبا گذشت و به سوی دیگر رفت دوستان من برای خدا بگویید این شبهی را که از برابرم گذشت چه بود؟ شاید روح پاک و پریزکار مریم بود؟ شاید هم روح خشمگین و حسود زرما بود؟ هرچه بود؟ من این نگاه گیرنده و اندام دلپذیر را از آن پس همچنان در یاد نگه داشتم و در خواب و بیداری به هوای آن هستم و هر وقت که مثل امروز دور از سرزمین خیش یاد وطن می کنم پیش از هر چیز خاطره صخره سفید آیوداغ و قصر باخش سرای آن که در آن پیوسته فواره ای زمزمه کنند قطره های شفاف آب را به اطراف می پراکند در من بیدار می شود زیرا به یاد می آورم که فواره باخش سرای نیز هنوز مثل دل من می گرید.